آقای یوسف امی زازای نظامی پیشین و آگاه امور نظامی با ما هستن. آقای زازای سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه آغاز روز. در نخست میخوایم از شما پرسم که در حال حاضر در زابل چه میگذره، وضعیت امنیتی در زابل چگونه است؟ گزارش ها و معلوماتی که به شما رسیده چه میگه؟ چقدر نیروهای امنیتی در پاسگاه های این ولایت مستقر هستند؟ تشکر، سلامت باشین. از ولایت زابل تماسایی را که از طریق وکلای محترمشان شورای ولایتی از طریق رسانه ها گفتن و تا جایی که ما خبر داریم وضعیت خوبی نیست. دلایل عمده قطعات یا مفرزه هایی که اونجا جا به جای شدن و از قبل بودن، از کمک هایی که به وقت و موقع برشان نرسیدن و تماس های را گرفتن همراه اراکین بلندپایی قطعات خود به وقت و زمان برشان نرسید. تلفات به هر دو جنا تلفات رسیدن و ما همیشه گفتیم که این جنگ محاسبه شده از قبل است، یعنی موازنه جنگ استخبارات منطقه و جهان می دانند که طالب چقدر قوت دارند و حکومت چقدر قوت دارند. ما همیشه گفتیم که نه حکومت به او شکل تجهیز و تمویل شده که در مقابل توریستای بین المللی و جهانی و مخالفین مسئله خود اقدامات کنه که وارا بیخی از بین ببره و نه مخالفین حکومت به او شکل تمویل و تجهیز هستند که ولسوالی ها یا جاهای را که اونا اعدام میکنن یا تسخیر میکنن و وارا نگهبانی کنن، یعنی حفظ کنن. فقط افغان کشی هستند، فقط افغان ها هست بین میرن، از دو طرف افغان ها هستند که تبا میشن، در بدر میشن و در پهلوی ازی افراد ملکی برشان زیان میرسن، حاصلاتشان، مهاجرت هایی که از این منطقه صورت میگیرن، یک کار بسیار دشوار است و کار بسیار نابخشودنی است بر مردم افغانستان. یعنی مردم افغانستان نه امنیت است و جان و مال خطر است. این یک دسیسه است، یک دسیسه بین المللی است، یک دسیسه استخبارات منطقه است که دکار انداخته شده و متاسف هستم که چرا مخالفین و چرا اینا نمیدانند، امیر درک نکردن که این یک دسیسه بین المللی و دسیسه کشورهای منطقه هستند. چرا به این جنگ بی مفهوم ادامه میتن؟ چرا به یک جنگی که حاصلش هیچ چیزی نیست غیر از تباهی مردم افغانستان؟ بله آقای زازای، حالا شما چه فکر میکنید که در برابر این جنگ از قبل تنظیم شده و بیفایده چه کسی باید مبارزه بکنه و چه کسی این جنگ را بتونه که پایان بده؟ ببینین، حکومت، دولت در کل وظیفه دارن، مسئولیتشان هستند که از تمامیت ارضی کشور ما، از سرحدات کشور ما، از سر و مال جان مردم افغانستان، از تاسیسات و از منابع کشور ما باید دفاع کنند. این وظیفه اصلی و اساسی حکومت دولت است. لیکن حکومت دولت متاسفانه در 20 سال نتانستند که وظایف خود به شکلی که به اصطلاح اگر حکومت تعریف از خود دارن انجام بدن. حکومت های محلی در فساد غرق بودن، تعصبات در منطقه، در تعصبات در ولایات بر مقابل یکی دیگی خود، این باعث شدن فساد، باعث شدن که دشمن صفوفشان تقویه شود. دشمن به او حد نبودن که بیاین و یک ولایت یا ولسوالی را تهدید کنن و او را تسخیر کنن.
فقط ناکامی حکومت در بخش حکومتداری، فساد گسترده در نیروهای امنیتی، مداخلات در نیروهای امنیتی خصوصا پلیس و حکومتداری محلی باعث شدن که صفوف نیروهای دشمن یا مخالفین تقویه شود. و دیگه مسائلی که مربوط به وزارت دفاع ملی برمی خورن، وزارت دفاع وظایفشان مشخص هستند. وقتی که حکومت محلی کار درست نکنند، وقتی که استخبارات و نیروهای کشفی ما کار درست نکنند، مردم ناراض باشند، پس اردوی ما هم یک مشکل را میبینن و تلفات را که امروز اردوی ما میبینن ای باعث ای شدن که امی حکومت، امی حکومت های محلی، امی کسایی که اونجا خود قدرتمند میدانن، افراد مسلح غیر مسئول در 20 سال مردم را تهدید کردن و مردم فاصله از پیشان گرفتن. اردو میان عملات خود میکنن، دشمن را سرکوب میکنن، ولیکن ای که فضای را که باید اونا تعرض کنن و امن باشن، ای مربوط به حکومت محلی میشن، ای مربوط به پلیس میشن، ای مربوط به قوه اجرایی که اونجا دعوای حکومتداری را میکنن مربوط از اون میشن. فقط ما درک ما از وضعیت جنگی کشور ای است که حکومت در کل در 20 سال فقط حکومت های مصلحتی بودن و فساد گسترده، حتی در نیروهای امنیتی ما، مداخلات در نیروهای امنیتی ما از طرف عناصری که خود قوی میدانند، خود تنظیم های رهبرهای جهادی میدانند، باعث این شده که امروز تلفات ما میبینیم. بله آقای زازایی، در حال حاضر کدام ولسوالی ها در زابل به تصرف نیروهای دولتی است؟ ما اطلاعات کامل ندارم. چیزی که از رسانه ها میشنویم و چیزی که ما از مسئولینی که حکومتی هستن اونجا میگن و وکلای محترم میگن، من اطلاعات دقیق ندارم. خود چند ولسوالی را حتی مرکز زابل میگن که تحت تهدید هستن، محاصره هستن و تا جایی که ما شنیدیم قطعات به نام ای که عقب نشینی کرده، عقب نشینی تکتیکی کرده. ما یک مسئله را باید به شما بگویم که در اصلاحات عسکری، اصلاحات عسکری عقب نشینی تکتیکی وجود داره، مگر از موضع اصلی خود به یک موضع احتیاطی نظر به ضرورت باید تمام تجهیزات و پرسونل امو قطع یا مفرزه یا پوسته باید انتقال شود. این ما هیچ صورت ما عقب نشینی تکتیکی نمیگیم که تمام تجهیزات تلف میشه، به دست دشمن میفتن و منصوبین ما زخمی و شهید میشن. این ما عقب نشینی تکتیکی نمیگیم. من میدانم که طالبا قوت ازیره نداره که امو قطعات و امو پوسته ها را نگاه کنن. یعنی پس ببینین که اردو مجبور میشن که حملات کنن، قطعات خاص ما حملات کنن و او مفرزه ها و پوسته ها و تولسوالی ها را پس تسخیر کنن. لیکن شما ببینین در بین چی صورت میگیره، در بین تلفات، در بین زخم، زخمی ها، در بین مردم آواره میشن، برای مردم زیان میرسن، مردم های ملکی ما هدف قرار میگیرن، از بین میرن. این ما نمیدانم که به کدام دلیل اینا میگه که تکتیکی است، اگر عقب نشینی تکتیکی است. یک جنگ بی‌معنا، یک جنگ بی‌مفهوم ادامه دارن و چرا نمیخوان طالبا که بیاین در پروسه صلح اشتراک کنن؟ من میدانم که حکومت ما بسیار زیاد مشکلات خود دارن. ما همیشه حکومت انتقاد کردیم. طالبای محترم بیاین امرای مردم بشینین، بیاین امرای اقوام بشینین، چی میخواین؟ بیاین تمام مسائل تحت قابل بحث هستن، ولی اگر متاسفانه استخبارات منطقه و فشارهای استخبارات جهان و منطقه
ای باعث شده که طالبا اختیار خودن نداشته باشند و میخواهند که از طریق زور حکومتداری خود کنند. و ایرا هم ما به مردم افغانستان میگویم که هر کار فردی یا هر گروهی که در یک کشور دیگه بیگانه که اونجا تمویل میشه، تجهیز میشه، تقریبا 70% منافع او کشور و خواستای استخبارات او کشور تطبیق میکنه. 30% اونا اختیار خود دارن. یک چیز معمول است. پس ما برای طالبای و حکومت افغانستان ما همیشه گفتیم، باز هم بالاشون صدا میکنیم که برای یک میانجی به طرف شما شرایط مساعد بسازین تا امی پروسه صلح را مدیریت کنه و در بینتون یک فیصله کنن. ما هیچگاه کسایی که یک دیگه خودم متهم میسازن و جهت جنگی به شما میرسن او صلح را که مردم افغانستان و جهانیان توقع داره ما فکر نمی کنیم که به او صلح برسیم. بله آقای عزازی، چه فکر میکنید که در حال حاضر گفتگوهای صلح میتونه یا نتیجه بخش باشه یا نه، و باشنده های ولایت زابل در چه حالتی به سر میبرن؟ ببینین تمام افغانستان امیال در زیادتر نقاط ولایت و ولسوالی های ما جنگ هستن، نه تا زابل. شما پکتیا را ببینین، شما طرف ننگرهار را ببینین، خصوصا طرف سمت شمال و قندار و هلمند و زابل یا را ببینین، طرف وردگ و غزنی یا را ببینین. یعنی در زیادتر مناطق کشور ما میال جنگ روانه، جنگ بیمانا بی هدف. هدف ما از مذاکرات صلحی امی است که جنگ باید ختم شود و مردم امن شود، مردم ثبات پیدا کنه، این کشور ثبات پیدا کنه. ما به طرف پیشرفت و ترقی باید بریم، ولیکن دشمن ها نمیخواین امی کاره و از طریق امی مزدورای بیگانگان امو پروسه های خود عملی میکنن. ببینین یک چیز ما همیشه گفتیم که افغان ها قادر به جنگی که امروز یا در 20 سال بودن ما قادر امی قدرت نداریم، توانمندی نداریم، چرا که تمام سلاح و وسایل جنگی و تجهیز ازی از طریق کشورهای منطقه و جهان میشه. پس اینجا موضوع مهم مربوط به کشورهای منطقه و جهان است، نه به مردم افغانستان. ولیکن ما هیچ نوع تضمین ازی را نداریم که کشورهای منطقه خصوصا پاکستان، ایران، روسیه یا مداخلات خود نکنن، به گروپا سلاح نتن و تجهیزشان نسازن، تمویلشان نسازن. یک چیز واضح است که به خاطر منافع خود این کار را میکنن. این بحث بیخی در مذاکرات صلح مطرح نشده اصلا. اصلا بحث بین الافغانی بعد از او که کشورهای منطقه و جهان که یعنی جنگ تجهیز و تمویل میکنن، بعد از تضمین از او اونا باید تعهد بتن که مداخلات باید بند شود، تعهد بین المللی باید بر افغان ها بتن. بعد از او ما میتونیم که بحث افغانی را بین افغان ها مطرح بسازیم. در بحث بین الافغانی تمام مسائل قابل بحث است. جمهوریت قابل بحث است، نظام اسلامی قابل بحث است، نوی حکومت قابل بحث است، ولیکن متاسفانه که کار اجرا نمیکنند و حتی یک اصل ملی و بین المللی در این بحث مد نظر گرفته نشده که او هم میانجی، یک میانجی که نظارت کنه، یک میانجی که اونجا تضمینات دو جانبه عقد شوه و همی پروسه را بین گروه های متقاسم که اتهامات بسیار زیاد یکی دیگه خود متهم سازه، فقط در موجودیت یک میانجی با کمک این جامعه بین المللی میتونه که ما را به صلح پایدار برسانه. شکر از شما آقای زازایی که در این بحث با ما بودین، موفق باشید. سلامت باشید. با پایان برنامه آغاز روز رسیدیم. خداوند نگهدارتان.